این جانب محمد زمان یک تن از معلمین لیسه نسوان چلبختی پشی می باشیم. اول سلام و احترام خدمت شما و حاضرین در منطقه و کسایی که ما رو می بینه. سلامت باشیم. فعلا در قریه چلبختوی پشی قرار داریم. بله. در اول بر ما ویندای بگین که وچ تصمیه قریه چیست؟ چرایی؟ قریه به نام چلبختوی پشی ما نظر به حکایاتی که از مویصفی داد داریم یا کسایی که در سابق بوده اونایی که صحبت کردن که از نسل به نسل در سابق باغ زردالو بوده اینجا امی منطقه را به نام چلبختوی پشی به نام مسما شده دیگه روی هم دی اساس صحبت شده نسل به نسل هم ده مگه اینجا باغ زردالو زیاد بوده و ما اساسی گرفته به نام چلبختوی پشی مسما شده پشیش که به قوم به نام پشی یاد میشه که ما جزی از جاغوری هستیم اکثریت پشی باز مربوط سوالی مانستان میشه بنام چلبختوی پشی یاد میشه الفیلن چه تعداد خانوار در چلبختوی پشی زندگی بودن؟ اولی را خدمت عرض کنیم که در حساب ملابستی ما میگیم یا در حساب قریه قریه در این منطقه دو قریه وجود داره در هر قریه باز تعداد خانوار فرق نه در کل اگر جمع کنیم در حدود 700 خانوار 700 و چند خانوار میرسه دیگه اگر لازم باشه که نامای قریه رو بگیریم خو اگر لطف کنی خوشحال میشه بله ما همی دو قریه از طرف غرب شروع کنیم قریه به نام قریه گزکی یاد میشه که تعداد خانیش هم در 90 خانه دمی خانه میرسه دومیش قریه که به نام چارشنبی یاد میشه یک 65 لافتاد خانه هم نامشه سیومین قریه به نام توغلو یاد میشه که یک ملابستی یک 70 خانه هم اونایه سیومین قریه که در چلبختو بین قریه جا چه بزرگ قریه میانه 120 خانوار داره دیگه قریه قلعه که سمت شمال واقع است این نام تعداد 70 خانوار 75 خانوار اینجا است بازمه ای طرفی جنوبمه ای قریه است که متصل با بابه اینا به نام آهنگوشته یاد میشه اون نام تعداد چه 70-75 خانه است باز در پالوی بازار طرفی شهر قریه است که به نام نورک اینا 65 خانه 67 خانه در این حدود است باز قریه دیگر داریم اون طرفتر به نام مقصود یاد میشه 70 خانه اونا است باز در کوتل که داخل چلبختو داخل میشیم به نام نورک یاد چی مدک یاد میشه 70-75 خانه اونا هم است باز یک قریه دیگر داریم به نام میسه هم در سمت شرقه این هم یک 70 خانه 65 خانه 60-65 خانه میشه باز دیره که در کل جمع کنیم یک 700 خانه میخواستم میشه 700-710 خانه 20 خانه بسیار خوب شما در میانیم در بخش صحی شما در بخش صحی دسترسی دارین 700 خانه یا خیر؟ ما صاحب یک کلینیک داریم تقریبا یک 15 سال آره میقدر میشه یک کلینیک صحی داریم پایین داریم که کلینیک هم ساختمانش از طرف دولت اعمار شده و کمکایش از طرف کده محسسه زیر نظر وزارت چی ریاست صحت عامه وزارت صحت عامه است دکتر فعلا است و دوا است دوایی به اون صورتی نیست که می جمعیت را دوا برش کفایت کنه خب هر صورت به خاطر بعضی امراضای ساده مثل زکام و سرماخوردگی به ایش سا خوبه دیگه و ایتی که مشکل مرضی حاد باشه او رو نمیتونه تداوی کنه یا ابگو نیست دکتر داریم شما؟ دکتر داریم بله دکتر است میاییم در بخش معارف بله. چطور از کیفیت معارف در چلبختوی پشی؟ کیفیت معارف تا جایی بد نیست اولی عرض کنم که ما دو لیسه داریم یک لیسه ذکور داریم یک لیسه نسوان کردو در پالوی هم باقیه باز یک مکتبی متوسطه داریم تا صنف نوره که در سمت بالا در مون قریه گزکی که اول گفتم است یک مکتبی ابتدایه داریم که در آین گوشته متصل بابا دیگه از صنف اول الا تا شش است منطقه کم بطاعت معارف زیاده کتب کم بوده در حساب معلمین بست معلمین هم ما کم بود داریم دیگه امکانات که واقعا اگه مکتب میخوای به اون صورت نیست کم بطاعت است بله چطور از وضعیت کشاورزی زراعت منطقه شیم کدام نواری در بخش زراعت کردین شما یا نه؟ نه والا منابع آبی قریه چی تشکیل میده؟ منابع آبی قریه را کاریزا تشکیل میده اکثر جای همی آبای قلابه است دیگه ای تر از طرف کدام بخش که یا محسسه که بگیده این منطقه هم در بندی آب و چای یا چیزا را نزارک ده فقط از طرف خود دولت در می دو سه سال دیگه بعضی جایا باز در چند قبل از طرف کمیته ناروی یک بند ساخته شده بالا
خود دولت هم تا جای بعض جای کمک ده و کمک به اون صورتی نیست که ما بگیم کمک برای زراعت از مردم خوبه. باز از نگاه زراعت در کلی منطقه کم زمینه دیگه، زمینش هم کمه و این طرق آب کافی هم نداره که در تابستان گرمی زیاد میشه آبای چشما خوش میشه دیگه، اکثرا به کمتی آب مبتلاه بار میگیم در سالا کم شده دیگه، کمکی به اون صورت نشده. بله؟ کدام نواری تغییرات بخش نیالای موسمی شما آوردین یا نه؟ والا این تر از طرف کدام پروژه اگر بگیم داخل منطقه در بخش باغداری و درختکاری نواری به اون صورت هیت واضح نشده، منتها خود مردم نظر به رواج روس اره بعضی درخت ها و نیالایی که قبلا نبوده ولی فعلا در داخل منطقه حاصل میده و شاندشته و مورد استفاده قرار میگیره، از خوب شده تا جایی. اکثریت جای جغری که ما میریم دیدیم و رفتیم اونا زعفران و انگوزه ای چیزا که میکارن، شما در بخش زراعت ازی چیزا نکاشتید؟ نه سایر. نتیجه یعنی امتحان کردن که اینجا نتیجه میدید؟ نه، ما فقط امی چی را زعفران را یک دو سه نفر امیم سال یک نمونه شاوردیم امو را کاشتیم باش ببینیم که در سال آینده او چی های موشه یا نموشه، دیگه ایتر زعفران وجود نداره اینجا. فعلا زیر آزمایش قرار داره؟ زیر آزمایش فعلا نواری، که از او جمله خود من امی کار را کدیم یک کرده گرفتیم زعفران کشت کدیم تو باش که ببینیم که نتیجه میده نمیده. بسیار خوب. از راه هایتان بگوید زمستان چی میشه؟ راه هایی مردم شما متقبل میشه؟ با آمدن راه هایی بسیار سخت و سابلو؟ بله، چون از مرکز دور استیم راه خیلی مشکل است، کوتل است، زمستانی که بارندگی زیاد میشه کوتل ها مسدود میشه، بخش چهار روز پنج روز تا یک هفته همین کوتل تا دو روز مسدود مونه تا یک مردم خوش رفته و برف جارون و کوتل وازنه. اون دو زمانایی که اگر کدام مریض پیدا شونه دیگه تا دکتر سعی رسیده نمیتونه، اون تا بخش امین تابستان هم تقریبا نره یک دو ماه سه ماه میشه دولت همی وعده را داده که همی راه را ما جور مونیم، باش ببینیم در پلان آینده ای کار صورت میگیره یا نمیگیره. وضعیت راه دیگه به اون صورتی خوب نیست دیگه. بله. وضعیت زندگی، وضعیت اقتصادی مردم چون دکتر شما چگونه میبینید؟ وضعیت اقتصادی مردم از اینکه جمعیت اینج زیاد است بیشتر عرض کردیم زمین کمه، زمین های زراعتی کمه، اکثرا این مردم اما خرج و مخارج را از بیرون تاینه، یعنی تر گفته میتونیم که 80 الی 90 درصد از این مردم به فقر اقتصادی مبتلا هستند، یعنی اقتصاد صحیح نیست دیگه، نه از من بایسته که باید از کجا باید اما خرج مخارج خانواده خرا آماده کنه دیگه، اکثرش مسافر است خیران و جاهای دیگه، اگر راه ها مسدود چه نمون بخشش ما سر نموشه مشکلات زیاد میشه، یعنی وضع اقتصادی مردم خوب نیست که به حساب خوب بگیریم دیگه. از طریق رادیو اعلان نمیگه وضع اقتصادی بخی زیر صفر، ما ایت فکر نیم کمی به 80 درصد این مردم از اقتصادش زیر صفر، یعنی بیشتر عایداتی مردم از بیرون است، از بیرون سر از داخل نداره، بیرون قدر زمین نیست که زمین حاصل بگیره و بتونه امو دوازما امو خرج مخارج خانواده خود پیدا کنه دیگه، به اون صورت نیست. با زوام منطقه سرد است، بعضی مثل بادام و درخت هایی که جای دیگه حاصل میده اونا هم حاصل نمیده دیگه، دیگه تنها فقط بخش فیلم پیشتر گفتیم که بعض درخت هایی که از جمله سیب، تنها درخت که اینجا میشه سیبه، زردالو هم است، زردالو به اون صورت نیست، است نه به اون صورتی که حاصل زرده این مردم بگیره. ما که میبینیم درخت های اینجا همی زردالو و سه بیشتار نیحالش کلش گونه است، نه و نشاندین شما؟ از سابق هم بودن نه و شاندیم، این مال فعلا مردم زیادتر روی درخت زردالو و زیادتر روی درخت سیب کار مونه، نیحالای سیب میره همی را غرص مونه، چون سیب مونشه در این منطقه آب هوایش برای سیب خوبه. بسیار خوب آقای رحمی، برمایی بودیم که بیشتر مردم چلبختوی پشی مشغول چی کار هستند؟ بیشتر مشغول مردم چلبختوی پشی مشغول زراعت است، زراعت پیش است، کاربارش با زمین و مالداری و امیشت است اکثریت چی، و یک تعداد کمشی مشغول بازاره، باز یک تعدادش مسافر در ایران و جاهای دیگه تا در اروپا و جای است، اکثریت زراعت پیشه. بسیار خوب رحیمی صاحب، تشکر از اینکه برای ما وقت دیدین. تشکر سر در شما. پیامی منجی بر بیننده داشته باشی کامرا در خدمت شما. پیام و منجی از ما فعلا از یک شرایط افغانستان وضعیت خیلی خوب نیست، کلگی شکایت داره و خیمه تلفات جنگ، اولین آرزو از ما پیام از ما این میسول امنیت راه ها گشت گذاری که یک آدم بتونه دلیر از یک شهر به شهر دیگه بره این نمیست دیگه، پیام خاص نترم. سلامتی شما میخوا
تشکر زهر زنده باشید. تشکر از شما که لطف کردین در منطقه دور افتادن دین از مویت کردین. تشکر شما موفق باشید.